امروز میخوام براتون داستان این ایده رو بگم، اینکه چی شد من امروز اینجام و چرا میخوام راجع به این مسئله صحبت کنم. برگردیم به تابستون 5 سال پیش، جولای 2012، مکان خونه من، ساعت 4 صبح. چی کار میکردم؟ با دوستم فیلم میدیدم. اون موقع چرا؟ طبق معمول هر شب که خوابم نمی‌برد زنگ زدم به اندیشه دوستم که بلند شو بیا اینجا فیلم ببینیم. تا کاراشو جمع و جور کنه و بلند شو بیا شد ساعت 1. تا فیلم پیدا کنیم و دانلود کنیم شد ساعت 2. تا یه ذره از شروع فیلم بگذره گرسنه‌مون شد. تا یه غذا درست کنیم و بسوزونیم و دوباره درست کنیم ساعت حدود 4 صبح بود که فیلم تازه داشت میرسید به جای جذابش که اندیشه فیلمو پاز کرد. گفتم که چی شد؟ چرا پازش میکنی؟ گفت کفش خانمه رو ببین چه خوشگله. آره خوشگله، ببینیم فیلمو. گفتش که نه من اینو میخوام. اندیشه جان 4 صبح الان کفش خانمه رو از کجا برات بیارم؟ گفت نه من اینو میخوام. کاش یه اپ داشتیم که این اپ کمک میکرد مثلا من عکس میگرفتم از چیزای مردم که خوشم میاد و میگفتم که به میگفتش که من اینو از کجا پیدا کنم و اینجوری شد که کجا بود دیگه؟ چرا اسلاید عوض نمیشه؟ اوکی، این کفش پرید وسط فیلم دیدن ما و ایشون تا صبح راجع به این حرف زد که من هر روز مشکلم اینه تو خیابون دارم راه میرم از کفش و کیف و لباس مردم خوشم میاد نمیدونم از کجا بگیرم و من خندم گرفته بود. من لباسای تو کمد خودم رو نمیدونم کدومش رو با کدوم بپوشم، تا این کفش و لباس مردم. بعد کیا هستن هر وقت میخوان برن بیرون نمیدونن چی بپوشن؟ هممون نه؟ یه تحقیق سال 2016 ثابت کرد که خانوما به طور متوسط 1 سال از عمرشون رو دارن صرف این میکنن که چی بپوشن. آمار آقایون هم همچین فرقی نداشت، 10 ماه بود، ولی حالا به هر حال. آره خلاصه من که خودم به شخصه تا وقتی اتاقم این شکلی نشه نمیدونم باید چی بپوشم. معمولا 1 سال طول میکشه که تصمیم بگیریم، فکرم 2 سال هم طول بکشه این ریخت و پاشی که کردیم و جمع کنیم. نه خیلی هم کار سختیه، مخصوصا اگه شیرازی هم باشی دیگه هیچ. اون شب اون فیلم ما تموم نشد، تا صبح نشستیم راجع به کاش هامون حرف زدیم. کاش یه اپلیکیشن بود بهم میگفت لباس از کجا بخرم، کاش یه اپلیکیشن بود بهم میگفت لباسایی که دارم اون چجوری مچ کنم. ساده است دیگه، 3 تا بلوز، 4 تا شلوار، 12 تا ترکیب مختلف که نمیدونی کدومش از همه خوشگلتره یا برای اون موقعیت مناسبه. خلاصه این باعث شد که من به این فکر کنم که چقدر ما کاش داریم و چقدر کم بهشون اهمیت میدیم کاش هایی که میگیم. و جالبیش اینه که هیچ وقت هم ازشون خسته نمیشیم. هر سال تابستون میشه و هر سال هوا گرمه و ما هر سال تابستون میگیم چی؟ کاش هوا خنک‌تر بود. و دوباره 4-5 ماه بعدش سرد میشه، یخ میزنیم، میگیم چی؟ کاش هوا گرمتر بود. و داستان کاشا همینه، هیچ وقت آدمو خسته نمیکنه. بعضی وقتا همه عمر باهاشون زندگی میکنیم و فقط میگیم کاش. مثلا یه آدمی که فقیره خسته میشه از اینکه بگه کاش پولدارتر بودم. هممون میگیم و تکرارش میکنیم. ولی بعضیا هستن که میرن یه کاری در قبالش انجام میدن. بعضیا هم همه عمر همینجوری با کاشهاشون زندگی میکنن. مثلا الان فرض کنین میکروفون نبود، من باید داد میزدم اینجا، درسته؟ قبل از من خیلی این کار کردن دیگه، نسل های قبل از ما بدون میکروفون همه داد زدن، انقدر داد زدن و داد زدن و داد زدن تا اینکه یه نفر خسته شد از این همه داد زدن و
طرف میکروفون اختار کرد. دستش درد نکنه واقعا هر کی این کار کرد. برای اینکه اینجا من به دلان داد می‌زدم. البته جای تشکر ویژه داره کسی که این بی سی ما یا این مدلی هدستی رو اختار کرد. چون فکر کنم الان میکروفون از سیمدار قدیمی ها بود، من نصف حواسم میرفت به این که الان دارم با شما حرف میزنم اینجا نیفتم اینجا. شما البته میخندیدیم تو خوش میگذاشت، ولی خب من تمرکز نداشتم. بعد یکی دیگه اومد بهترش کرد، گفت کاش سیم نداشت، اومد این مدلیشو اختیار کرد. یکی دیگه هم گفتش که خب بابا میکروفون اینجوری دست من باشه، من نمیتونم همه یه بادی لنگویجمو داشته باشم، از دوتا دستم استفاده کنم موقع حرف زدن، پس اومد اینطوری اختیار کرد. یکی دیگه هم خسته شد از این که همیشه گرمش بود، رفت کولر اختیار کرد. یکی دیگه هم دلش میخواست پرواز کنه، زودتر به مقصد برسه یا هر چیزی، رفت هواپیما رو اختیار کرد. اینا چیزای خیلی مهمی بودن، کاش‌های مهمی بودن که همه رو داشتن اذیت می‌کردن. همه ی کاش‌ها انقدر مهم نیستن. این اسلاید رو ببینی. اینا کاش‌های احمقانه ایه که بعضی ها میگن. مثلا ایشون مشکلش این بوده که غذا می‌خورده موهاش می‌ریخته تو کاسه سوپ. اینا مال اینا که حجاب ندارن ها. حجاب داشتن این مشکل ها پیش نمی‌اومد. یا مثلا اون یکی رو ببینی، یکی بوده گفته کاش کفشم خیس نمیشد، رفته چتر کفش اختراع کرده. باز حالا اینا خوبن، لقل یه کاری کردن راجع به کاش هایی که گفتن. مثل من نبودن، من اون شب با اندیشه تا ساعت 6 صبح نشستیم حرف زدیم و فقط گفتیم کاش. اما همون موقعی که میگفتیم کاش از 5 سال پیش تا الان، یکی رفت و این ایده رو اجرای کرد. خب خراب شد. اوکی برنم گرده. رفت و این ایده رو اجرایی کرد. این دقیقا یه اپلیکیشن واقعیه و کسی که ساختتش کمک میکنه به شما که عکس بگیرن از لباسای توی کمدتون، همه ترکیبای مختلفش رو بچینه کنار هم تا شما خیلی راحت تر بدونن که همه کمدتون رو بریزین روی تخت، بتونین تصمیم بگیرین که چی میخواین بپوشین. اما با کاش و کاش گفتن هیچی عوض نمیشه. اسلایدی که بعدش دیدین، آیه 11 سوره رعد. خداوند تو این آیه میگه سرنوشت هیچ مملکتی تغییر نمیکنه مگه اینکه مردمش خودشون بخوان. و ما از کنار این گنجینه ارزشمندی که داریم به سادگی میگذاریم. اما یکی مثل استیو جابز میاد میگه که اونایی که انقدر احمقن که فکر میکنن میتونن دنیا رو عوض کنن، کسایی هن که این کارو میکنن. نمونش خودش، خود استیو جابز اومد و این کار کرد. دلش میخواست یه عالمه موزیک توی جیبش داشته باشه، رفت آیپادو ساخت و هزار تا محصول دیگه که نیازی نیست من الان راجبش توضیح بدم. اما استیو جابز تنها آدم نبود. این ویدیویی که توی سکشن بعد از سکشن یک گذاشتن یه ذره اسلایدای منو اسپویل کرد براتون، فکر کنم الان دیگه همه ایشون رو میشناسن. ایشون کیه؟ کسی میتونه بگه؟ بله، مارتین لوتر کینگ. کسیه که یه آرزو داشت، I have a dream، سخنرانی معروفشه و این عکسش دقیقا موقع همون سخنرانی I have a dreamش هست. آرزو داشتش که سیاه پوستا و سفید پوستا کنار هم بتونن توی صلح زندگی کنن. 45 سال بعد از سخنرانی I have a dream، باراک اوباما یه سیاه پوست رئیس جمهور اون مملکت شد و این اتفاق افتاد به خاطر اینکه مارتین لوتر کینگ از کنار کاشی که گفته بود نگذشت. رفت دنبالش و اجرایش کرد. ایشونو که دیگه میشناسید. بله. مهاتما گاندی کسی بود که اونم یه آرزو داشت. دلش میخواست کشورش مستقل باشه، مستعمره انگلیس نباشه. اونم رفت و دنبالش و هندو به استقلال رسوند. همه اینا آدم هایی هستن که رفتن دنبال آرزوهاشون. اگر اندیشه دوست من اون شب به اهمیت فکری که به ذهنش خطور کرده بود توجه میکرد، اگر اندیشه دوست من اون شب فکر میکرد که میتونه ایدهش رو اجرایی کنه و اگر اون کار کرده بود، الان این اپ استایل آی میتونست
یا مال خودش باشه یا یه شرکت رقیبش باشه. استایلای یه اپلیکیشنه که دقیقا به شما اجازه میده از کفش و لباس و چیزای مردم یا توی خیابون هر جا که میبینی، هر جا عکس تو فیلم حتی اگه میبینین عکس بگیرین و بهتون میگه که یه چیزی شبیه اون یا دقیقا خود اون کالا رو از کجا میتونین پیدا کنین و برین بخرینش. اما خب اندیشه این کار نکرد. ایده های مسخره‌ای مثل اینکه چیکار کنیم که موهامون نیاد توی ظرف سوپ یا ایده های خوبی مثل اینکه چطور پرواز کنیم همیشه هستن و هر روز از ذهن ما میگذرن. یه عالمه‌شون رو باید مچاله کرد انداخت دور، ولی تا وقتی همه رو ننویسین اون ایده خوبه، اونی که میتونه دنیای خودتون و دنیای اطرافتون رو تغییر بده و اینجا رو بکنه یه جای بهتر برای زندگی، اونو پیدا نمی‌کنی. همه ما هر روز یه عالمه کاش تو زندگیمون میگیم. این کاش ها مهمن به خاطر اینکه میتونن واقعا تغییر ایجاد کنن. اگه الان همه چیز خوب پیش رفته باشه و من تونسته باشم مطلب که میخواستم برسونم، الان احتمالاً دارین با خودتون فکر میکنین که چجوری این کار بکنین. همونجوری که گفتن من مدرس کسب و کار و مشاور استارتاپ ها هستم. الان نه تنها شتاب دهنده آواتک که من توش کار میکنم، بلکه یه عالمه شتاب دهنده دیگه همه جای ایران و همه جای دنیا دارن کار میکنن که کمک کنن به ما که بتونیم کاش هایی که میگیم و عملی کنیم و مشکل خودمون رو بقیه رو حل کنیم. من ازتون میخوام که به کاش هاتون اهمیت بدین، چون دنیا به کاش های شما احتیاج داره. مرسی. مرسی، خیلی ممنون. مرسی.